رادیو همراه بفرمایید. الو، سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی ممنون از وقتتون. من درباره دختر 4 سالم یه سوالی داشتم. دخترم خیلی ایندیپندنته. ببخشید من. نه، صبر کنید. اول به من بگید شما همسرتون هر دو چند سالتونه؟ من 42 سالمه، تازه دیروز شدم 42 سالم. شوهرم 44 سالشه. از کجا تلفن میکنی؟ از آمریکا زنگ میزنم، از گلندل. چه مدتی است که آمریکا هست؟ من حدود 23 ساله اینجا، شوهرم 32 ساله اینجا، از 10 سالگی اینجا بوده. فرزند چی دارید؟ هم یه پسر بود؟ نه، یه دختر. یه پسر 6 و نیم ساله دارم، یه دختر 4 ساله. 6 و نیم. و هر دوی شما چی خوندید، چی کار میکنید؟ من خودم فارمیسیستم، پارسال گریجویت کردم. یعنی دو تا بچه همون موقع مدرسه به دنیا آمدن، دو تا بچه هم. شوهرم هم سیستمز انجینیر تو کار کامپیوتر و اینا. بسیار خوب. حالا مشکلی که دارید با مشکلی که با یه مشکلی که تازه ایجاد شده، اصلا پرابلم هیچی نداشتیم. خودش پریسکول میره دخترم، بعد خیلی راحت، خیلی اصلا یه بار گریه نکره، خیلی همیشه بابای مامان میبوسید و راحت میرفت، میرفت معلماشو هاگ میکرد، اصلا هیچ وقت یه پرابلمی نداشتیم. ولی یه حدود 20 روز پیش اینسیدنتی براش ایجاد شد که این یه هفته خونه موند. یعنی میگم چی بود آخه؟ نه، موضوع چی بود؟ چی بود که آره، این honestly it was like a one second thing that happened. I was right next to her. دستاش فینگراش لای ترد میل رفت. I'm sorry. بعد اینو رایت اوی بردیم هاسپیتال. بعد خدای نکره نه شکسته بود نه فرکچرز ناتینگ، ولی این تمام سکینش و اینا پوستش اصلا خیلی بد بود وضعیتش. بعد خودش ترسیده بود از این موقعیت، ولی حدود دو روز اینو بندی کردن، برش باز کرد، خودش باز کرد، گفت اصلا نمیخوام ببندیم. بعد یه هفته اینطور باز بود تا مثلا هفته رومه، بعدش دوباره بودیم که make sure کنیم there's no fractures و اینا. بعد ماندهش بعد اون فرایدهش خیلی میخواست، میگفت معلم مامو میز کردم و اینا. بردمش 5 دقیقه بچه ها رو دید، معلم رو دید، بعد از هاسپیتال کاغذ گرفتم که این ماندهش میتونه دوباره برگره مدرسه. یعنی دقیقا یه هفته این خونه موند. و چون من خونم الان، به من خیلی یه جوری به من خیلی چسبیده بود. بعد مانده که این رفت مدرسه، اولش خیلی هپی و اینا رفت، بعد فقط یکم گریه کرد و اون روز گذشت. ولی از تیوزدی به بعدش، یعنی این هفته، نه هفته قبل بود، این هر روز انقدر گریه کرده، نان استاپ گریه کرده که نه گریه میکنه که چی؟ مامانم میخوام برم خونه، فقط همین. بعد میگم خیلی ایندیپند بوده، مثلا معلم میاد. نه، به اون ایندیپندنسی ارتباط نداره ازم. آنچه که برای فرزندتون اتفاق افتاده در حقیقت همون پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی یک اتفاق وحشتناکی که مثل یه سوراخ تو بدن جا میگیره و بنابراین بر مبنای اون تا آروم بگیره ادامه پیدا میکنه. به همین جهت است که جزئیات مسئله بعداً به صورت یه موضوعی میتونه دونه به دونش فرزندتون رو اذیت کنه. حالا شما الان کار میکنید یا اینکه تو خونه هستید؟ نه، من الان دارم امتحان بردم و میخونم تو خونم. خودش یه جورایی میدونه تا کی خونه هستی؟ بله. تا کی خونه هستی شما؟ نمیدونم، شاید تا آخر سال. Okay. ولی حالا. خب مثلا یه چیز دیگه هم بگم آقای دکتر، این چون من موقع مدرسه این دو تا بچه‌ام آوردم، مثلا پدر مادرم خیلی منو کمک می‌کردن، مثلا هفته ای I could say like 3 تا 4 روز می اومدن پیش ما. بعد این دوستم به مامانم خیلی هم چسبیده بود، ولی حالا دیگه اونقدر نمیان، مثلا بهشون میگم هفته یه روز یا دو روز هم میان یا چند ساعت. بعد این هفته آخر که اینقدر دخترم گریه کرده، بهشون گفتم اصلا نیاین، چون اگه مثلا مامانم رو ببینه دیگه همش اسم مامانم رو میگه، یعنی ما رو دیگه فراموش میکنه، فقط میچسبه به مامان. اصلا چه اهمیتی داره؟ نه من نمیدونم شما چرا میخوایی. نه صبر کنید، دو مدرسه که میره بعد اسم مامانم رو میده، مثلا میگه مامان بزرگم. نه من متوجهم عزیز، شما یادتون رفته چه اتفاقی برای بچه افتاده؟ حادثه خودش یه مسئله. صبر کنید عزیز،
حادثه اگر یکه، ذهنیت و از نظر روانیش دهه. شما هیچ خبر از درونش ندارید که چه میگذره. او اصلا اینو به چه چیزهایی مثلا تو این سن تعمیم میده. ای بسا تو خیابون که داره میره، ماشین که ببینه فکر کنه که زیر ماشین داره. نه ببینید، شما اصلا نمیخواید با یه اتفاق بدی روبرو شید. شما هی نگاهتون نگاه پزشکی به موضوع، اصلا اون کمترین اهمیت رو داره. الان دختر شما امروز چهارشنبه است، امروز رفت مدرسه یا نرفت؟ امروز الان چون توی مدرسه چون کامرا داره نگاه میکنم، سو فار امروز خیلی بهتر بوده، فقط صبحش رو گریه کرده بعد اوکی شده. چون گریه کرده؟ چقدر گریه کرده؟ فکر کنم امروز نان استاپ نبوده، فقط دست معلم رو گرفته و فکر کنم رو هم دیگه شاید 15-20 دقیقه گریه کرده. خب حالا شما چرا اصلا میفرستیش مدرسه؟ اصلا آخه فکر میکنم دوباره به من میچسبه، اگه دوباره به خونه خب بمونه بعد به خب بمونه میچسبه و چسبش باز میشه. نه شما که ببینید اخبارات شما درست مثل این که بگید کسی مرده، ما لباس مشکی پوشیدیم، حالا دیگه تا آخر اون باید تا 100 سال آینده لباس مشکی پوشیدیم، خب در میارید. نه نگاهتون هیچ درست نیست عزیز. این بچه رو اصلا یه بهانه پیدا کنید، مدرسه نرفتم نرفته فکر کنید مثلا از دنیای علم عقب میفته. هیچ، بچه 4 ساله. نه من اگر شما من زنگ زده بودید که مثلا در یه هفته دو هفته مدرسه بمونه کنار شما و نگرانی شما از اینکه تو خونه بمونه و اینا، اصلا اتون تازه دلش برای بچه‌ها و اون محیط تنگ میشه میره. بعدم بچه‌ای که مسئله نداره، برادر بزرگترم داره. درسته؟ نه عزیزم. اصلا خیلی خوب، اصلا اهمیت ندید، بهش هر کار دوست داری بزنم. دخترم میخوای بری بیا برو، نمیخوای بمونی اینجا. یعنی اینقدر موضوع رو بی اهمیت جلوه بدید که حتی او احساس بدی نکنه، چون اگر نره مدرسه بعد تمام مدت فکر مونی که پدرم مادرم بادر بزرگم از دست من عصبانی هم، بعد به خودش فکر مونی که من یه موجودی هستم که همچین بلایی سرم آمده، بلایی که وحشتناکه، بعد حالا اینا هم نسبت به من بیعتان. ابدا عزیز، ای کاش هم روز اول میتونستی زنگ بزنی میگفتم مثلا بهش میخوای برو مدرسه، میخوای نمیخوای نه بمون کنار من، اصلا یه بهانه درست میکردیم، اصلا برو خونه مام بزرگ یه دو روز با اون. مثال دارم میگم، یعنی بله یه چیزی که با تجربیات خوب بدونی که احساس بدی بکنه اون رو بپوشونیدش. ابدا مهم نیست فرزند شما 3 ماه هم داره مدرسه شروع نمیشه، چه رسه به اینکه شما نگران روزها و اینها باشید بعد بسیش بره اونجا بشینه گریه کنه و ببینید دلش به حال خودش میسوزه که من چه بلایی سرم اومده، هیچ کس هم کنار من نیست. ابدا هم از این که به شما بچست. ببینید عزیز، فرض کنید الان خود شما همسرتون بیمار بشید، برید بیمارستان یه هفته یه ماه بیمارستان بمونید، بعد فکر کنید علاقمند میشید در بیمارستان بمونید، خب میاد بیرون. نه اصلا نگران این ماجرا نباشید، بنابراین اصلا بذاریدش به میل خودش. مثلا فرض کنید امروز چهارشنبه، رفته پنجشنبه و جمعه است، اگه گفت میخوای بری مدرسه برو، نمیخوای نرس. خودش میگه نمیخوام برم، میگه معلممو دوست دارم، دوست بچه‌هام دوست دارم، ولی نمیخوام برم. نمیخوام، خب نرم. هیچ طور نمیشه عزیز. بذارید یه بچه 4 ساله احساس کنه که دیگران هم دوستش دارن، کارشو تایید میکنن، کار بدی هم نکرده، مدرسه نرفتن هم فاجعه نیست، چی؟ اونم تو این سن و سال. اصلا عزیز. الان شما ببینید، شما فرض کنید فردای نخواست بره، پنجشنبه جمعه شنبه 4 روز وقت دارید دیگه. نمیدونم روز دوشنبه هم شاید تعطیل باشه، کلمبوس دی چی نمیدونم، مدارس بازن بستن. نه پرایوت اسکول اون میره، چیزا پری اسکول میره، پرایوت نه بازن همشون. اوکی، برای خواست بره نخواست بره باشو میده. آره بنابراین همینم که حتی اگر یه موقع وسط زورگو میخوام برم بگو میبرم، اگر تو مدرسه هم یه موقع رفت و وسطش گفت میخوام برم خونه، بگو زنگ بزنید بیاد من ببرمش. لطفاً به مدت 1-2 هفته کاملا به میل او عمل کن. اوکی، چون معلم گفت من بهتون زنگ نمیزنم، چون اگه زنگ بزنم بعد دیگه این فکر میکنه هر روز میتونه بیاد. خیلی من نمیدونم این ماها چرا اینقدر فکر میکنیم که آدم ها یه دفعه یه کاری کردن بعد میکنن اینقدر عقلشون نمیرسه که نه اصلا اینجوری نیست ابدا. اوکی، بنابراین شما فقط به دلش را بیایید تو براش هم کارهایی بکنید تا بذارید یه مقدار تجربیات خوب روی اون رو بپوشونه، ولی تعجب نکنید اگر 2 ماه دیگه شبا نمیتونه بخوابه، مسئله دارید عزیز. It's a post-traumatic stress disorder.
مثلا وقتی بسیار میام آقای سریس. دکتر، همین که میاد خونه یا همین که مثلا ما رو میبینه، اصلا انگار نه انگار همون بچه بوده که صبح میخواسته بره مدرسه. اصلا انقدر هپی، انقدر خوشحاله، اصلا با داداشش یا مثلا با من و شوهرم، حالا اصلا یه کسی دیگه است. شما چه جوری میتونید از بچه بگیرید؟ شما اگر با من آشنا باشید، شما میدونید من معتقدم بین 3 تا 6 سالگی یه سه تا چیزی که برای بچه مهمه، بازی از با بازی هم بازی. بله خیلی خب، پس چی میگی؟ دوست داری که هم مام بزرگش باشه؟ باشه. نه، من ولی خودم هم خیلی باهاش وقت میذارم، مثلا میرم میشینم باهاش بازی من میکنم حرفی خیلی. ندارم، فقط بذار به بله میل رو عمل کنید، هر کار دلش بله بخواد بکنه. دو سه هفته ولش کنید، کاری به کارش نشته باشه، هیچ دورم نمیشه. مرسی، خیلی ممنون آقای دکتر از لطفتون. خواهش میکنم، اوکی، خواهش میکنم. ثانک یو.